بینندگان عزیز در این قسمت برنامه در خدمت دوست و همکار عزیزم سرکار خانم جاله وفا هستیم خانم وفا سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم خدمت من هم عرض سلام دارم خدمت بینندگان محترم تلویزیون همچنین شما جناب آقای عبدالله خیلی ممنونم که بازم دعوت ما رو پذیرفتید حتما بینندگان ما به خاطر دادن خانم وفا که هفته گذشته در رابطه با این تفاهم نامه قرارداد سند باز اسمش هرچی میخواد باشه درباره قرارداد یا توافق 25 ساله ای که بین ایران و چین امضا شده حالا اسمش از بدین همون تفاهم نامه بذاریم فعلا در, در گفتگوی پیشین در رابطه با سیاست های چین چرا چین این کار میکنه با چند تا کشور این کار کرده و چه نتایجی میخواد به دست بیاره صحبت کردیم راجب دوازده ویژگی این نوع قراردادها به ویژه در رابطه با جامعه ما اقتصاد ما ساختار سیاسی مصابت کردیم قرار بود که راجب دوازده ویژگی های این نو قراردادها صحبت بکنیم که متأسفانه وقت ما کافی نبود و امروز مزاهم توی شده ارز کنم چون میخوام خود متنم بررسی کنیم وقتم زیخ هست من یکم سرعت صحبت شاید مجبور باشم بالا بیشتر ببرم این وقتی قرارداد گفتیم بین یک نظامی از موضع مسلط با یک کشوری از موزه زیر سلطه بسته میشه دوازده ویژگی داره این قراردادها در تمامی قراردادهایی که ایران از موزه به زیر سلطه بسته حالا اون قراردادها لغو شده یا بخشای از ایران رو جدا کردن یا غیر نگاه بکنیم این دوازده ویژگی هست به در هر کشور, کشور به هر رابطه بین یک نظام مسلط از زیر سلطه اول از همین است که جا محل عمل همیشه یعنی جایی که با سرمایه ها عمل کنند و به صلاح اون دولت مسلط میخواد نقش داشته باشه او کشور زیر سلطه است یعنی محل عمل از لحاظ حتی اینکه یه سری یا یه سری راه ها داره موقعیت ژئوپلیتیکی داره که اون کشور یا نظام مسلط میخواد ازش استفاده کنه برای بست شبکه که نیاز داره به عنوان ابرقدرت حالا چین هست یا اینکه نیروهای محرکه ای داره که اون کشور نیاز بهش داره میخواد ازش به بگیره بمکه برای خودش استفاده بکنه پس بنابراین در این حالا این متن هم که نگاه میکنیم میبینیم که محل عمل به غیر از دو سه جا که نوشتن مشترک همش ایرانه و این اگر به خصوص یک قدرت جهانی بخواد شکل بگیره بر قدرت نیاز داره به یک شبکه جهانی شما نمیتونه چین همینجوری که در جای خودش قرار داشته باشه بدون ارتباط وسیع با بقیه و بدون این دینامیزم صدور و صدور کالا و واردات نیروهای محرکه به خود نقش ابرقدرت رو ایفا بکنه یعنی بدون اینکه شبکه جهانی برای خودش بسازه بنابر نیاز داره به شبکه راهها راههای ریلی دریایی هوایی به اصطلاح زمینی شبکه بانکی رو نیاز داره شبکه اطلاعاتی نیاز داره مراکز پخش کالاهاش برای سایر کشورها نیاز داره یعنی از کشورهایی که در موقعیت ژئوپلیتیک خاصی هستن که میتونه این صدور کالاهای خودش رو به بقیه کشورها مثلا چین قصد داره راه پیدا بکنه به د... اه... میدونیم که چین اگر بخواد به اروپا و کشورهای امریکایی راه پیدا بکنه و یا حتی افریقا نیاز به راه داره به دریای مدیترانه که در حال حاضر راه نزدیکش فقط از راه کانال سوئز وگرنه گرنه با تمام اقیانوس هند و غیره رو دور بزنه و این خب گرون میشه از لحاظ مثلا صرفه برش نیست برای که این راه رو کوتاه کنه نیاز هست به خصوص وصل کنه از لحاظ به سالا زمینی یک ایران رو به عراق و سوریه تا راه پیدا بکنه به دریای مدیترانه و از طرف دیگه چون ایران به دریای آزادم راه داره چه از طرف دریای خزر به شمال چه از طریق دریای عمان و به خصوص بندر چابهار و کنارک و قیرو اونجا و محل به صلاح کشتی های بزرگ میتونن اه، اه، که حمله, حمله کاله بزرگ این نویش که در سویز گیر کرد از این بندر چابهار این امکان رو داره عمق خلیج فارس کمتر و بیشتر این چابهار این امکان رو داره پس از نقطه نظر جیوپولیتیک ایران منطقه خاصی است و بنابراین بی خود نیست که چین چشم دارد. این منطقه موقعیت خاص رو نه که ما ایرانی ها احمقیم نمیدونیم که این مندار. انقلاب کردیم که اصلا این موقعیت های خاص استفاده کنیم تا از موضع استقلال. نه اینکه حالا تازه چین فهمیده که ایران این موقعیت داره این نظام هم فهمیده ای ببخشین حواسمون نبود به چابهار حالا خوب چین بیا سرمایه گذاری کنه ما تازه فهمیدیم چابهار مثلا موقعیت خوبی داره یا مثلا ایران راه هست به راه پیدا میتونه بکنه به دریای مدیترانه حالا پس بنابراین اون شبکه جهانی که قدرت چین بخواد درست کنه یا فرض کنه از موضع مسلط این شبکه ها رو نیاز داره شبکه شهرار داره اطلاعات داره بندی های سیاسی نظامی رو نیاز داره که به اون کشور زیر سلطه مکنه یه بار دستش گیر بشه دیگه گیر بیفته نکنه یه بار فیلش یاد هندوستان کنه بخواد چشمی داشته باشه به یه کشور دیگه د... ت... به دستش رو بند میکنن تو بلوکبندی های نظامی اطلاعاتی یک تسلطی باید اون کشور مسلط داشته باشه که تکون بخوری بدونی چی کار داری میکنی و مثلا بتونه به این سلطه رو بست بده و داشته باشه دلیبا. پس پس بنابراین این ویژگی ها رو که من خیلی سریع گفتم اینا تقریبا دوازده ها و سرمایه گذاری که او کشور مسلط میخواد در کشور زیر سلطه بر مثال فعلی چین نسبت به ایران بکنه در جالبش این است که در مناطقی اسم میارن در قراردادها سرمایه گذاری که فقط به کار اون کشور مسلط میاد بقیه شهر مثلا فرض کنید اگه خراسان باشه به درد چین نخوره نوع سرمایه گذاری ها و به سلام مناطق آزادی اینا اصلا اونجا خبری نیست در مناطقی که به درد صدور کالاهای یا مرکز پخش ایران اگر مرکز پخش کالاهای چینی بشه رو شهرهایی و شبکه های خطوط ریلی و راهانی و زمینی اینا چیز کشیده میشه که به درد این منظور بخوره و بقیه شهرها سرمایه گذاری هم نشه که مثلا فرض کن کردستان اصلا ممکن نقش نداشته باشه تو این مسئله و یا اینکه در اون بر مسیر اون شبکه راهی که میخوان دسترسی پیدا بکنن با به بازارهای دیگر, دیگر. دقیقا. دقیقا دقیقا فایده ده. نداره اونجا اصلا مورد چیز نیست و به هر حال حالا تو این مقدمه و سه زمیمه که این متن داشته فعلا انتشار دادن میبینیم موضوع اصلی گفتیم نیروهای محرکه ایرانه که چین بهش نیاز داره نفت و گاز ایران دارای حالا میگن سومین یه موقع گفتن چهارمین دارنده ذخایر نفتی دومین دو دارنده ذخایر گازی جهان و این نفت رو نیاز داره نفت و انرژی عرضه به اصطلاح نفت خام به چین پروژه های توشمیات تو زمینه اولش پروژه های بالادستی پایین دستی در صنعت نفت و گاز با شرکت های توانمند چینی مشارکت در ساخت و تجهیز مخازن و سازی نفت و به و فراورده هاش در ایران و چین و سایر و نقاط جهان مثل که مثلا ایران توان خودش نداشته که به اصطلاح زخیر سازی بکنه بگذاریم که این توان رو داشت و به بحانه تحریم ها میگن از دست دادیم دو مشارکت و احداث در توسعه ظرفیت خطوط به اصطلاح انتقال انرژی از ایران و به شبکه برق و خط لوله حالا برای گاز خصوصا افزایش صادرات خب خیلی کلی نوشتن صادرات پتروشیمی ایران به چین اولین باره که حالا جای دیگه شبه اکسشه ایران صادرات پتروشیمی به ایران به چین بکنه و همکاری ها در تولید به سلا برخ بند علیف زمین دوش میگه تأمین امنیت خوب دقت کنن بینندگان محترم بلند مدت انرژی و واردات نفت خام به چین از ایران تامین امنیت بلند مدت خب این همین که شما تا دست گیر نباشه توی امضا نکرده باشید و قرار داد که شما 25 سال و بعد از اون به علت وابستگی ممکنه این بشه 50 سال و 150 سال بسته به این نوع وابستگی که شما پیدا میکنی به عنوان یک کشور به اون موضع مسلط رب داره چگونه میتونی وگرنه امنیت بلند مدت تأمین به سال نفت خام رو به تضمین کنی همینجا من از شنوندگان و بینندگان محترم تقاضا دارم در تمامی بندهای با یک یا دو سوال همراهیش کنن مرتب مثل ترجیبند بعضی از اشعار یعنی این هی سوال تر کنن که شما پس این اقتصاد مقاومتیش که ما که میدونستیم دروغه اینکه از فرصت تحریم استفاده کنیم که بودجهمون به نفت خام وابسته نکنیم و همه رو در اقتصاد داخلی به کار ببندیم و پتروشیمی رو قوی کنیم پس کجا رفت؟ حالا چی شد که دراز مدت میخواید تامین نفت خام برای دولت چین بکنید؟ این سوال چرا پس به یعنی دو خروس ما باور کنید به قسم حضرت عباستون مثلا با با من یه جای خوندم ده. که از سال 2018 چین به یه صادر کننده محصولات پتروشیمی تبدیل شده درسته بله و اگر اگر اون درست باشه اون وقت این بندی که از صدا صادرات محصولات پتروشیمی ایران به چین که در تضاد کامل با اون واقعیت که چین خودش به یه صادر کننده نافیه اون نیست که ممکنه چین در بعضی از محصولات پتروشیمی نیازمند باشه پتروشیمی که هزاران مشتقات داره درسته ایران فعلا ماده خام خوراک پتروشیمی رو میتونه در حال حاضر ایران حالا اون یه وقت اضافه میخواد اتفاقا من جدیدن در یک کمیته انرژی ما در مجامع اسلامی ایرانیان کار میکنیم رو روی انرژی مسئولیت انرژی یه بحث مفصلی داشتم سر مسئله ظرفیت ها و مزیت های ایران در پتروشیمی که ایران به صلا در پا چیزهای پایین دستی مثلا مراحل سوم که اصلی تر پیچیده تره هیچ گونه مزیت فعلا نداره در صدور به صلا غذای خام و محصولات مثلا بخش دو که یکم ترکیبیه یه سری مزیت های اونم از زمانی که دولت دیگه سرمایه گذاره نمیکنه و پتروشیمی به بخش خصوصی سپردند یک سری تحولات ایجاد شده ولی هنوز پتروشیمی ایران به اون بسیار ظرفیتی که شایسته یک کشوری است که 100 سال میگذره از اینکه دارای نفت, خوا... نفت هست خیلی دوره بله. به علت استبداد حاکم حالا مسئله بعدی این است که در زمینه اول اومده که چین به صلاح وارد کننده نفت خام میشه از ایران و بازگشت سرمایه گذاری در بخش نفت حالا اینکه این به چه شکله چه نوع سرمایه گذاری دولت چین هیچ وقت عددی هیچ جا نیامده در این متن بستگی داره به اون جزئیاتی که ام... یا امضا شده زمانت های اجرایی بوده اج... اج... امضا شده به خاطر همین اگر فقط همینه که خب این که انتشار پیدا کرده اون بخشی که انتشار پیدا نکرده دارای زمانت اجرایی اعداد ارقام این میزان سرمایه گذاری ها توش معلوم مشخصه که نمیخوان مردم بدونن تعهد به زمانت داده ایران که وارد این نوع به دو بستان ها بیشتر بشه و ایناست که نمیدونیم و نگرانه هر ایرانی و دوست نگرانه که اینا چه امضا کردن که نمیخوان مردم بدونن حالا ولی از همین ویژگی ها پس ببینید الان وارد کننده نفت خام نفت خام ایران صادر میشه حالا میرسیم جاهایی که تامین گاز میگه باید بکنه برای پاکستان و چین خب ایران با پاکستان خط لوله داره که هنوز خیلی بسار به جایی نرسیده میگه برای چین هم باید تامین بکنه تشویق سرمایه گذاری های چینی به سرمایه داران چینی برای سرمایه گذاری و برقراری تحصیلات ویژه قانونی برای سرمایه گذاران چینی در زمینه های کشاورزی شیلات آبخیزداری انتقال فناوری های مرتبط فعلا در اینجا در حد کلی پیداست وقتی سرمایه گذار ایران است تحصیلات ویژه هم باید براشون تدارک دید که بیان در ایران انتقال فناوری یه طرفه بکنن حالا اینو یه جدا آقای عبدالله یه بحث جدا میخواد که این خ... مثلا پاشنه آشیل کشورهایی که وابستن به فناوری و تکنولوژی کجاست و ایران در چه موقعیتی کدام یک چه نوع فناوری و انتقال تکنولوژی در راستای استقلال میتونه انجام بشه کجا وابستگی میاره اینو باید تو این وقت کم نمیشه بررسیش کرد به هر حال تحصیلات صادرات انواع محصولات کشاورزی و لبنی و دامی و شیلاتی با مشارکت گذاران چینی. اینجا گفته مشارکت زی. یعنی همش ببینید فعلا این نظام خودش رو در موضع قرار داره گویی سرمایه نداره. این سرمایه رو ایران همیشه داشته. چه در زمانشا که زیادی بود. به این معنا که همون دچار رسالا بیماری هلندی هم شد ایران به خاطر که ظرفیت ها زیر ساختاش نداشت درآمد زیاد شده بود وارد در کشور رو باز کرده بودن واردات میکردن در دوره احمدی نژاد خودشون میگن 700 میلیارد درآمد نفتی بوده یک ساختار بیمار به صلاح نیاز های تلمبار شده سرمایه گذاری های به موقع انجام نشده کشوری که یه زمان گفتن چهل درصد اقتصادش رانته حالا که بیشتره خیلی بیشتره یه اقتصاد بیمار بسلا که بسلا... بودجش بسلا... بسلا... برداشت از تولید ملی نیست تولید ضرب خور،, خور, این سرمایه گذاره که پول توش برزی حیف و میل میشه فقط به قول شما دفعه قبل گفتید که یه چاه است که پرم نمیشه بسلا نیاز هرسی این راندخارانی که بر همه ایران تارن کبوت خودشون رو ازتون دیرتر یا اگر لازم شد در یه بحث دیگه در این زمینه حتما باید به این سوال بپردازیم که دوا توجه به ساختار سیاسی اقتصادی زیر سلطه و استبدادی ایران این, این سرمایه گذاری ها و این قراردادها چه مفهومی یعنی مفهوم؟ واقعا به توسعه می انجامه یا که و میل میشه چشم برد. حتما بعد ببینید پس اینجا میگه سرمایه گذاری چین در بخش معادن صنایع به صلاح معدنی اولویت مس و سنگ آهن و فولاد و صنایع آلیاژی خب معدن طلا رو یادشون رفته بود که اونم میگن سالیان و سال دفعه قبل هفته قبل گفتیم که چینی ها دست چینی هاست. پس تمام اینجاها ببینید در اینجا ایران مرکز پخش کالاها قرار میگیره حالا میاد میگه که همکاری و ایجاد مراکز صنعتی محور خدماتی محور فناور محور و در بنادر و جزایر منتخب یعنی بعضی از بنادر نه همه بنادر ایران نباید به صلاح در یک تعادلی ببینید ما در قانون اساسی پیشنهادیمون توضیح میدیم که چگونه در یک توضیح مبتنی بر عدالت توضیح امکانات این که هفت که ایران رو تشکیل دادن و پخشن در ایران مناطق محروم و غیر محروم این همیشه اگه این تبعیض بخواد برقرار باشه ایران فقط روی رشد رو نمیبینه پس باید ایجاد این تعادل رو کرد و مناطق محروم رو به اصطلاح همه ایرانی ها حقوق برابر دارن این محرومیت زدایی کرد و اینجا میبینیم درست عکسه ببینید تشدید میشه اون وضعیت چی میگن تبعیض جزایر منتخب کی انتخاب میکنه چین انتخاب میکنه که کدوم جزیره کدوم بندر کدوم شهر به نفع چین هست که مرکز پخش و مرکز صادرات کالاهای چینی یا واردات از اونجا گذرگاه گزر، نفت خام و گاز و معادن ایران باشه به چین بقیه اصلا راکته با هدف تولید و صادرات خدمات و کالای مشترک مشترک به کشورهای منطقه خب میاد تو زمینه خود رو سازی هم همینه چون وقت زیغه من دیگه وارد خیلی ریزکاری ها نمیشم مشارکت در ساخت پالایشگاه و صنایع پتروشیمی و فولاد و آلومینیوم والا این چیز میگفتن که ما در پالایشگاه سازی خود کفا شدیم حالا چه نیازی هست که چین باید مشارکت کنه در ساخت پالایشگاه البته نوشته ساخت پالایشگاه در چین و کشورهای دیگه مخصوص مخصوص, مخصوص پالایش نفت ایران به اصطلاح چون فرض کنیم اصلا ژاپن پالایشگاهی داره که نفت سنگین ایران رو میتونه پالایش کنه میگه در چین هم این همچین پالایشگاهی باشه که بتونه نفت خام ایران رو بگیره و پالایشش کنه چرا این نفت نباید در پالایشگاه داخل ایران پالایش بشه و محصولات حاصل از اون رو در اقتصاد داخلی به کار بیفته یا در در پتروشیمی ایران تبدیل به بسلا محصولی باشه با ارزش افزوده بهتر برای صادرات خدا داند امنیت درازمدت تأمین امنیت درازمدت صادرات نفت خام بعد میاد شبکه مالی و بانکی بند پنج زمینه دوم میگه که زیر عنوان بسلا بخش مالی اقتصاد تجاری که باید به شبکه بانکی و مالی و بازرگانی وصل بشه توسعه همکاری بانکی و مالی و ای بر اساس زمائم سند حاضر بعد گسترش همکاری های مالی ای تحصیل اجرای توافقات بسیلا با مؤسسات تأمین اعتبار چین یعنی چین با تأمین اعتبار بکنه خب یه نوع دیگه وابستگی دیگه ایران به چی؟ حالا جالبیش میدونید چیه؟ میگه که ببینید این اف, آ... اف, آی اف ای ای که ایران هنوز به خاطر اینکه دستش تو تروریسم نخواسته دو تا بنده که توش گیر کرده نمیتونه اینا تصویبش بکنه خود چین هم به علت فقط با ایران که نمیخواد ارتباط داشته باشه میخواه با بقیه دنیا هم ارتباط داشته باشه بدون امضای این و بدون چارچوبی این نمیتونه با ایران همکاری بکنه بله درسته این باید. این ضمانت رو ایران با در چارچوب همین گروه ویژه اقدام مالی بده که من این پولهامو به صلاح صرف تروریسم نمیکنم ها حالا معلوم نیست با چین چون خود کشور چین هم نقش داشته در تروریسم داره ایران چه گونه چه رابطه میخوان با داشته باشن خود اون یه سوال بزرگه چه گونه میخواد با شبکه مالی وزرا بانکی جهانی بذاری بدون اینکه این رو تصویب کنیم حالا شبکه راه‌های زمینی دریایی هوایی گفتیم نیاز داره اون قدرت چیز به خاطر اینکه بدون این شبکه نمیتونه تسلط خودش رو به ایجاد کنه ایجاد راه های زمینی و دریایی و هوایی و کریدور منطقی بین چابهار آسیای مرکزی جنوب غربی چابهار بندرعباس ترکیه و آذربایجان و خط آهن بین ایران و عراق و سوریه یه چیزی رو من خدمتتون بگم من یه مصاحبه خوندم جدید توی فا... خبرگزاری فارس یک آقایی به نام اگه اسمش یادم بیاد اجازه بفرماد اینجا جن... یه جای یادداشت کردم اسمشون رضوی کور و هم چیزی اجازه بفرماد میگه که خیلی جالبه این مصاحبه میگه که فکر کنم رضوی پور بود اگه اشتباه نکنم توضیح میده که بله رضوی پور حسین رضوی پور میگه که راهبرد چین و ایران یک وچه مشترک داره اونم اتصال ایران است و عراق و سوریه چین چون راه آسان به مثلا میخواد پیدا بکنه در زمان ضروری و هاش جالبه و لازم به آبهای مدیترانه چون براش گفتیم خرج داره نیاز داره به اینی که از طریق ایران و عراق و سوریه وصل بشه این راه که بتونه کالاهاش رو صادر کنه دیگه میگه این جمله رو خیلی دقت بفرمایید این تصمیم مشترک سالهاست که اتخاذ شده و حضور تثبیت شده ایران در بندر بندر ترتوس اگه اشتباه نکنم تلفظش سوریه و کنترل گذرگاه مرزی ابوکمال در استان دیرالزور سوریه و قرارگاه القائم در استان البنای عراق طی سالهای اخیر با مجاهدتهای سردار سلیمانی استحکام یافته چین جایگزینی برای ایران نداره از طریق ایران اینام رفتن این مراکز و گذرگاه ها رو سلطه نظامی بهش پیدا کردن که می سال‌هاست تثبیت شده این تصمیم گرفته شده بعد, بعد میگن یه تفاهم نامه ساده است ما چیزی هنوز امضا نشده خب <تص> اینو خواستم بگم این شبکه ها رو گویا از نقطه نظر نظامی توی به یک بلوک بندی نظامی با چین هم رسیده که رفته آقای سلیمانی در عراق و سوریه این راه ها رو سلطه پیدا بکنه خلاف همه به از دید ما که استقلال و آزادی هر کشوری رو به رسمیت میشناسیم ورود پیدا کرده به این کشورها سلطه برقرار کنه این راه ها رو برای چین آزاد کنه بله ام... خانم ببخشید با عرض مذارت وقت با اینقدر نیست مثل که باید اگر موافق باشیم مزاهمتون بشیم یک گفتگوی دیگه هم داشته باشیم برای اینکه چند تا سوال خیلی هست میدونم هنوز مطالب شما تموم نشده ولی چند تا سوال هم هست که باید حتما بله بله من. من فقط یک جنبندی خیلی کوتاه بکنم تا اینجای بحث بس. بس. تا اینجای بحث پیداست که ایرانه که باید نیروی سا... نیرای معرکش صادر بشه معادنش و نفت و گازش رو به بسلط... سرمایه گذاری از اینها از چین میخوان گویا ایران مثلا پول نداره یا سرمایه نداره که به این میرسیم دست در یوزگی به سوی چین درازه بیا برای ما سرمایه بذار که ما اینجاها رو تأمین میکنیم و درست میکنیم بعد وابستگی تکنولوژی دانشی هم یک طرف است چین باید بیاد کارشناساش رو بیاره در از شیلات بگیری تا را آهن و تا آقای شهردار تهران گفته حتی ده تا کلان شهر ایران رو بیاد مترو بسازی چین بیاره از صد و همه همه یک طرف است پس بنابراین عاشق چه شب روی ایرانی هم نیستن کشور رو میبرن زیر یک به سرا تعهدی اسمش هست 25 ساله بعد وقتی که گلوی شما گیره یه عبر قدرتی افتاد میشید مثل سر... میشه ایران مثل خدای کرده مثل سرنوشت پاکستان یا به بسرا... سریلانکا که بندرش 99 ساله در پاکستان 45 ساله مجبور شده به علت اینکه شرایط این وام ها و اعتباراتی که اینجا اسمش برده بود نمیتونه به پردازه و سنگین هست بنادر رو یا شهرهای از رو واگذار کنه بله. تا فعلا به اینجا خود این متن این گویایی رو داره که ایران از موضع این نظام از مونه ایران ما این نظام از موضع زیر سلطه وارد این تفاهم نامه شده و باید. که به قول اون به اصطلاح متخصص اقتصادی سال هاست این تثبیت شده این تصمیم گرفته شده و به این خاطر آقای سلیمانی در عراق و سوریه حضور داشته خیلی ممنون و به نظر میاد چند بود میشه به این فرمایشاتی کردیم و به این توافق که تفاهم هایی که بهش که در واقع بیشتر از تفاهم است نگاه کرد یه بودش این است که همه اون یا بیشتر اون کارهایی رو که سرمایه گذاریهایی که یک دولت در ایران باید انجام بده چون انجام ندادن و انجام نمیدن و نمیتوانند انجام بدن به دلیل ساختارهای سیاسی اقتصادی استبدادی حاکم یک کشور خارجی اول قدرتی رو آوردن میخوان این کارها رو انجام بدن درسته؟, درسته؟ دقیقاً به قول برای بخواد صنایع بالا دستی پایین دستی صنعت نفت توسعه معادن راهسازی زیر ساخت های جدید درست کردن همه اینا کارهایی همه اینا که این دولت باید در طول این چه سال گذشته انجام میداد چون انجام نداده حالا دنبال چین رفتن و میخوان چین انجام بده سوال من این است که آیا و سوالی که میخوام در داری... گفتگوی بعدی در خدمتتون چیز کنم خیلی از این کارها کارهای خوبیه بله یعنی دا... سرمایه گذاری تو زمینه های مختلف کار خوبیه یکی از برای سرمایه گذاری که از منابع مهمی که داریم مثلا نفت و گاز است که در راه سرمایه گذاری چیز میشه ارتباط برقرار کردن یا ارتباط پیدا کردن با شبکه های ارتباطی راهی با کشورهای دیگه همه لازم همه است ایلا ایلا خوب بسیار لازم بسیار لازم آره, لازم. آره ولی از چه موزه ای؟ از موزه استقلال, استقلال یا از موقع وابستگی؟ خب ایرادش کجاست؟ و آیا با توجه به ساختار سیاسی اقتصادی حاکم و به, به نفع مردم ماش یا اینکه این کارهایی که چین میکنه در جهت تأمین منابعی است که یا محصولاتی است که و خدماتی است که برای رشد اقتصادی جمعیت یک و خورده میلیارد خودش و گسترش و تعمیق اش به عنوان یک ابرقدرت دور رشد امروز امروز و فردای جهان داره بیشتر از تا به مردم ما و میخواستم اگه موافق باشین در گفتگوی بعدی در این زمین ها بله، با بله با, با کمال میل یعنی آیا این نظام این وارد این بشه این قرارداد داد این زیر ساختار رو داره که این توسعه انجام بشه یا نداره و در چه شرایطی میشه ایران به رشد کنه توسعه پیدا بکنه با چه ضابطه هایی با کمال میل خیلی ممنون خیلی ممنون خواهش میکنم بازم مظاهر که به که که بگم تمنا می‌کنم در خدمت هستم شب شما و بینندگان محترم بخیر اوقات شما بخیر